به خونه ما خوش اومدین. دوباره نوروز داره میاد و ما میخواییم آماده تشریفات نوروزی بشیم. یادم میاد که مادرم همیشه ماها رو صدا میکرد موقع سبز کردن، درست اول ایام ها میگفت وقت خوبیه که ما بتونیم سبز رو به اندازه سبز کنیم. بعد هممون دوره هم جمع میشدیم اعضای خانواده و سبز رو مشت میکردیم و میریختیم توی ظرف تا اینکه آماده بشه برای سبزه. حالا ما چجون تو هم بیا، ما حالا دو نفر شدیم و بیا یه مشتم تو بدی. یه مشت بچه ما هم میخوای. قدیما رسم بود که شب که میخوابیدیم کفش و کلاه و همه رو آماده میکردیم بغل رخت خوابمون، صبح بلند میشدیم میومدیم میذاشتیم برای تحویل سال که لباس نو بپوشیم، ولی حالا اون آرزو رو نداریم دیگه. من چجوری اینو پنگ کن روی میز، اون چجوری پنگ کن که زاویه هاش بیاد چهار طرف مثل یه زوزنقه بشه، سفره خوبه نوروزی بشه. این سیب قرمز که برای همه آرزوی سلامتی میکنیم. نوروز برای ما یادآور خاطرات زیادیه، دیدنی با همه اعضای فامیل، همه دوستای دورور خودمون، تمام مدت 13 روز رو به دیدن همدیگه میریم. یه سکه هایی هم داشتیم که اینجا آرزوی برکت برای همه اعضای خانواده میکنیم. خودم نمیدونم چرا تو آب میریزیم ولی آب روشناییه. بیشترین تفاوتی که داره اینه که ما اون دوستای زیاد و خوبمون و فامیلایی رو که در ایران داشتیم اینجا کمتر داریم، فقط محدودتره. اگر نه از احساسمون همون نوروزی هستش که همه ساله بوده. والا نوروز برای من فرق نمی کنه، در هر حال بس کشور خودم یا جای مهرسات کشور منم اینجا که بودم همینجوری بود، اینجا که هستم نوروز برای من نوروزه، روز خوبیه، روز پیروزیه، روز نو هستش، دنیا جوون میشه. لحظه تحویل سال رو با دعا مناجات شروع میکنیم. در حقیقت از حق میخواییم که ما رو را هدایت کنه که بتونیم بهترین صفا رو تو زندگی داشته باشیم. دعایی نمیخونیم که دقیقا در جهت این باشه که ما چی میخوایم، ولی توکل میکنیم به حق، اون چی که نقشه و اراده حقه در حقیقت استقرار پیدا کنه. اما تا پریشان نشود کار به سامان نرسد. حالا یه جریانی رو طی میکنیم که خیلی چیزا مخالف اون آرزویه که ما کردیم، ولی در نهایت تحقق پیدا میکنه. خب ما چه جون مثل این که دیگه خیلی وقت نداریم به سال تحویل، برو کم کم بریم آماده بشیم و تو بیای برامون یه سازی هم بزنیم.
عالی بود. سال 1396 امیدوارم که سال صلح و صفا باشه. سال نو مبارک.